مرز خرافه پروری در جامعه و اینکه الان وقتی شبکه‌های رادیو تلویزیونی رو وا می‌کنی در ایران یا این کلیپ‌های کوتاهی که خیلی روشنگرانه در مثلا شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، حتی مثلا برنامه‌ای مثل صفحه آخر در صدای آمریکا هر هفته پرده آخری داره یه تیکه کوتاهی از همین‌ها رو پخش می‌کنه، جای تشکر داره از این دوستان رسانه‌ای، دروغایی که اینا میگن، خرافه‌هایی که اینا پرورش میدن، چطور این مردمی که پای منبرها می نشینن این حرفا رو گوش میکنن و اعتراض نمیکنن؟ اگه من الان برگردم به شما بگم که فلانی من مثلا دو تا برادر ناتنی دارم، یکی در مریخ زندگی میکنه، یکی در ماوراء زحل، تو به من میخندی، ولی چطور مردمی که اون پایین نشستن همینا رو بالای منبر میشنون ولی واکنشی نشون نمیدن، یا آیا واقعا واکنشی نشون نمیدن؟ خب یه مقدارش تعصبات دینیه، احساس میکنن برخی از مردم احساس میکنن که چون این از مراجع دینی داره میاد اصلا واکنشی نباید نشون داده بشه، نقدش بی احترامی به دین و آیین مردمه. در نتیجه بسیاری هستن که این گونه خرافات رو کاملا درک میکنن و واقفن که چه خرافاتی داره به خورد مردم داده میشه، ولی به حساب خودشون برای احترام گذاشتن به باور دیگران اکثریت ساکت اون مملکت رو درست میکنن. یه عده‌ای که هستن که واقعا یک دروغ رو اگر مکرر تکرار کنید و از منابعی که مردم قبولشون دارن این دروغ تکرار بشه، بالاخره یه عده‌ای باور میکنن. یه عده‌ای هم واقعا باور کردن، درصد کمی هستن ولی خب باور کردن. ببینید این دروغی که میگید باور کردن، آقای شاهنگیان، دقیقاً کدوم دروغ رو میگید که مردم درصد کمی هستن ولی باور کردن؟ کدوم دروغ مشخصاً در ذهن اون درصد کم به عنوان یک حقیقت مطلق جا افتاده؟ سیستم جمهوری اسلامی بر اساس خرافات دینی بنا شده. در نتیجه احتیاج دارن که در سطح جامعه لااقل اندکی از مردم به این خرافات دینی و این باورهای دینی ایمان و عقیده راسخ داشته باشن و جلوی دیگران، جلوی دشمنان این رژیم رو محکم بایستن و بگیرند. به همین دلیل این خرافات رو از اول انقلاب شروع کردن به پراکنده کردن این گونه خرافات در رادیو تلویزیون ها، در مدارس، در کودک، از سطح کودکستانی شروع میکنند و حتی در دانشگاه ها. شما دانشگاه علم میخواییم برین تا این گونه سوالات رو از شما نکنن و تشخیص ندن که شما صلاحیت دارین وارد دانشگاه های علمی کشور نمیتونید حتی بشید. بله قطعا. خود آقای خامنه‌ای هم گفته بود که، یا آقای خمینی بود به یاد نمیارم، که گفته بود که عالم بدون تعهد به درد نمیخوره، متخصص غیر متعهد به درد نمیخوره، متعهد از متخصص دقیقا. برای ما بیشتر کاربرد داره. تعهد به همین خرافه ها منظورش بوده. در نتیجه این شما وقتی که با یک ملتی، یک مردمی عادت کنن به شنیدن خرافات و باور اون خرافات، اینی که بیان بگن حالا ما ولی فقیه هستیم و امام زمانی 1400 سال پیش داره 200 سال پیش رفته توی یک چاهی و قراره بیاد جهان رو نجات بده، ولی خب تا زمانی که نیست یک نماینده‌ای روی زمین داره و اون هم آقای خامنه‌ای هستن، قبولش برای اون گروه از مردم آسان‌تره. خب مثلا این برای اینکه این خرافه های خودشون رو در جامعه جا بندازن باید این خرافه پراکنی ها باشه دیگه. یک مسئله که باید دقت کنیم اینه که دوستان اسلام گرا امروز شما میبینید در رادیو تلویزیون ها هستن کسانی که واقعا با شخصیت والای انسانی خودشون، واقعا قبول دارم که بسیاری از اینها انسان های بسیار شریفی هستن با شخصیت های والای انسانی و میخوان این شخصیت والای خودشون رو حالا با این باورهایی که بهشون رسیده صرفا به این خاطر که در مملکتی به دنیا اومدن، در خانواده‌ای به دنیا اومدن که این دین و آیین و باورها رو بهشون یاد داده، ادغام بکنن، تطبیق بدن و این ژیمناستیک فکری که این دوستان دارن بازی میکنن و بزرگترین ضرر رو به نظر من به تغییر فرهنگ ایرانی همین دوستان با سواد، با شخصیت میدن که غالبا انسان‌های بسیار خوبی هستن ولی این باورها بهشون رسیده و نمیخوان به عنوان یک ایدئولوژی زیر سوال ببرنش، میخوان قبولش کنن. درنش این ژیمناستیک های فکری و زبانی رو انجام میدن و ثابت کنه که این سیستم درسته، سیستم اسلامی درسته، اسلام دین بسیار خوب و صلح‌طلبیه. اونهایی که دارن بد رفتار میکنن بینش نادرستی از اسلام دارن که تاریخ نشون داده که این گونه واقعا نیست. شما اگه ببینید فرزند در زمان خود حضرت محمد، ببینید هر دین و آیینی، مردم هر دین و آیینی
به یک کتابی که باور دارن کتاب آسمانی هست باید رجوع بکنن و به رفتار و کردار رهبران اون دین در شروع اون دین. شما نگاه کنید که حضرت محمد، البته من باید باز هم یه بار دیگه بگم، باز برنامه قبلی گفتم باز هم بگم، فرق بسیاری بین مسلمانان، اسلام و اسلام گرایان. اینجا ما به هیچ عنوان نمیخوایم توهین یا حرف زشتی به مسلمانان زده بشه، چرا که مسلمانان یک میلیارد و ششصد میلیون مسلمان جهان، درصد بسیار بسیار بالاییشون انسان‌های بسیار خوبی هستند، انسان‌های صلح‌طلبی هستند و واقعا با شخصیت بالای انسانی دارن زندگیشون رو میکنن. حرف ما اینجا نقد ایدئولوژی اسلامه که باعث میشه گروهی از مسلمانان اسلامگرا بشن. اسلامگرایی چیه؟ که یعنی بیان بگن این اصول دینی رو ما میخوایم به جامعه تحمیلش کنیم، شما کاری نداریم که این اصول رو باور دارین ندارید، از این دین هستین نیستین، بیدین هستین نیستین، این اصول جامعه است و ما با این اصول میخوام این جامعه رو اداره کنیم. متاسفانه این اصول خیلی هم خشنن در بعضی از ابعاد. وقتی مثلا در جلوه داعش نگاه میکنیم، در جمهوری اسلامی خودمون همین امروز نگاه میکنیم که امام جمعه مشهد اجازه برگزاری کنسرت به دلیل حرمت حرم امام رضا رو در شهر مشهد نمیده و قوانین دولت رو زیر سوال میبره، یا ابعاد گسترده‌ای از این دست. آقای شهنگیان عزیز، یک انتقادی که خیلی ها در سالهای اخیر متوجه این ماجرا کردن، رفتار پرخاشگونه یا تند و تیز کسانی بوده که لب انتقاد از باورهای مذهبی اسلامی باز کردن و اونها رو به دلایل گوناگون و با ادبیاتی شاید سخیف یا تند که مطابق میل مردم نبوده. به هر حال فیلمثال عرض میکنم، امام حسین برای بسیاری از خانواده های ما عزیزه، بسیاری از ماها که مسلمان یا مسلمان زاده هستیم با این فرهنگ بزرگ شدیم. اگر کسی به امام حسین توهین میکنه، ما نمیگیریم که این داره به یک فردی در صحرای کربلا 1400 سال پیش توهین میکنه، ما به این فکر میکنیم که اون داره با یک الگوی، یک جلوه، یک تقدسی که در درون من هست هم بهش باور دارم حمله میکنه. تا چند اندازه نقد اسلامگرایی رو تا به امروز درست دیدید، خصوصا در رسانه‌ها؟ کسان که آمدن در نقد اسلام و اسلامگرایی صحبت کردند و ادبیات های گوناگونی هم داشتن. مسلما با ادبیات زشت و زننده هیچ مسئله ای رو نباید بحث راجبش کرد، نه تنها مسئله دینی، هیچ مسئله ای رو نباید با زبان زشت و زننده صحبت کرد. و ولی خود ما مردم هم، مردم ایران، مردم مسلمان، مردم هر دینی که بر اون دین نقدی وارد میشه، باید این مقدار روی پوست خودشون کار کنن، یه خورده پوست کلفت‌تر باشن و تفاوت بین توهین و واقعیت گفتار واقعیت‌ها رو درک کنن. صرفاً برای اینکه یک واقعیت تاریخی بازگو میشه، نباید به این اشتباه بگیریم که این توهین به باور مردم. واقعیت گفتن، اگر واقعیتی هست و گفته میشه، واقعا به اون توهین نباید ما خود اون مردم بگیرن. مشکل اینجاست که این رو به مردم یاد دادن که غیرت نسبت به تعصبات دینیتون داشته باشید، تا حدی که حتی اگر یک کسی کتابی می‌نویسه حکم مرگش رو بدین، اگر یک کتابی رو می‌سوزونن به خاطر سوزوندن یک کتابی که رو کاغذی نوشته شده، یک جان یک انسانی رو بگیرید. در اصل این تعصباتی که خود دینمندان و خود این دین یاد داده به مردم، اینو باید مردم خب مقدار همینجاست. اگر همین الان ما یک نگاهی بندازیم بین دو یک جامعه اسلامی، جامعه مسیحی، با تمام انتقاداتی که خب به خیلی از ابعاد مسیحیت یا دیگر ادیان مورد احترام باوروندان به اونها هم وارد هست، مثل اسلام تفاوتی هم واقعا نمی‌کنه، بسیار از قوانینی که در کنه اصول مذهبیشون وجود داره، ولی شما در همین امریکا، در اروپا اگر برید و یک تابلوی دستتون بگیرید و به عیسی مسیح پیامبر مسیحیان اسای ادب بکنید، جلوی کلیسا وایسید، قطعاً کسی به شما کاری نداره، به شما میخندن، از بغل شما رد میشن. ولی در پاکستان، عربستان، ایران اگر تابلوی بگیرید و روی اون به محمد مصطفی پیامبر مورد احترام مسلمانان اسای ادب کرده باشید، قطعاً شما رو یا آتش خواهند زد یا خواهند کش یا به بدترین نحو ممکن شما رو مجازات خواهند کرد. و این تعصبات رو ترویج میکنن. این از کجا ریشه میگیره آقای شاهنگیان عزیز؟ باز اگر به دوستان مسلمان بر نخوره، واقعیت تاریخی اینه که از خود نوشته های قرآن، کتابی که مسلمانان باور دارن کتاب آسمانی هست، سرچشمه میگیره و رفتار خود حضرت محمد. شما اگه تاریخ اسلام رو
بدونید ببینید که فرزند داعشی که این گونه رفتار میکنه روی همون کتاب قرآنی سند میذاره و مستند میکنه خودش رو، که دوستان با شخصیت اسلامگرا که میخوان بگن چهره دیگری برای اسلام وجود داره تکیه میکنن. درچه این ابهامی که در قرآن وجود داره باعث میشه که شما برداشت خودتون رو داشته باشین و هر گونه که میخواین این قرآن رو مستند بدونید و بهش تکیه بکنید. چرا؟ برای اینکه در قرآن وقتی حضرت محمد در مکه بود و جانش حتی در خطر بود و بعد از 13 سال ترویج این دین حدود 100 نفر دور و برش گرفته بودن، چرا که ایدئولوژی از لحاظ ایدئولوژی نتونسته بود افراد رو جذب کنه، افراد خانواده خودش و کسانی که براش قبلا کار میکردن در زمان خدیجه حدود 100 نفر دورش گرفته بودن. در اون زمان بیشتر آیات مکه‌ای همشون ارشادی هستن که در انتخاب دین اکراهی نیست، با مردم با برابری صحبت، خیلی ارشادی و خیلی لطیفه و خیلی فلسفی. ولی وقتی این شخص میاد به مدینه و با شمشیر زدن ها و راهزنی ها به قدرت و پولی میرسه و این گروه اندک یه مرتبه با گفتن اینکه هر کس به ما بیاد غنایم رو تقسیم میکنیم میشن گروه بسیار زیادی و قدرتمند میشن، میبینیم که آیه ها کاملا متفاوت میشن. ما اگر تاریخ رو بدونیم و ازش درس بگیریم میتونیم یه مقداری کمکمون کنه، نمیدونیم قانون تاریخ خودمون رو و ازش درس نمیگیریم. همین عمل رو آقای خمینی انجام داد. آقای خمینی وقتی که اومد در پاریس هنوز قدرتی نداشت، هنوز مملکتی دستش نبود، 3.5 ماه در پاریس ایشون بودن. یک دموکرات کاملا اصلا آدم فکر که مثلا این فرشته است. 110 مصاحبه مطبوعاتی ایشون انجام دادن با نشریات مختلف، با رادیو تلویزیون های مختلف جهان. از این 110 مصاحبه شما کلمه ای نمیتونی پیدا کنی که بگی ای داد بیداد این وضع مردم بدبخت ایران چه خواهد شد، این چه آدم مستبدیه. چرا؟ برای اینکه قدرتی دستش نبود. همش حرف از رسیدن بله. تو دهن این دولت بله. میزنم بله. قلم ها رو میشکنم، روزنامه ها رو میبندم، احزاب رو تعطیل کنم. اگه ما تاریخو میدونستیم انقلابی عمل کنید، غارت کنید، بکشید، محو کنید. همینطور. بعد هم خیلی واضح گفتش که ما خدعه میکنیم. درسته؟ دقیقا. این خدعه یک اصل مذهبی است که او به عنوان یک ولی فقیه بهش اعتقاد داره. داره. شما نگاه کنید ولی مردم. اصلا خود ولی فقیه رو شما یک دفعه در صحبت‌های ایشون در پاریس نشنیدید. یک کلمه راجع به ولی فقیه صحبت نکردن ایشون. 110 مصاحبه کردن، یک بار از ولی فقیه صحبت نکردن. ولی فقیهی که خود ایشون تئوریش رو در سال 1971 نوشته بود. یعنی ایشون در مغزش از سال 1971 این تئوری ولی فقیه وجود داشت و در موردش نوشته بود. ولی وقتی مصاحبات میکرد میگفت نه ما میریم روحانیان در دولت نباید دخالت کنن، مردم باید آزاد باشن، تمام حزب‌ها باید آزاد باشن، نوشتن باید آزاد باشه، در حجاب اجباری نیست. بعد همه این صحبت‌ها رو گفتن. حالا این دوستان اسلامگرا هم میان یک آیه های رو پیک میکنن، چری پیک میکنن از کتابی که آسمانی میدونن، میگن ببین اینجا نوشته در دین انتخاب دین اکراهی نیست، هیچ گونه فشاری نباید بر کسی بیاد. اما از اون ور آیات دیگری که متناقض با این هست که کافران رو بکشین هر جا یافتید بدون چنان کنید رو اونها رو نمیبینن. و بزرگتر از اون رفتار رو ببینید شما در شبه جزیره عرب، شبه جزیره عربستان پر از یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان بود و حتی بودایان، هندوها بودند کمتر، ولی یهودیان و مسیحیان بسیار بودند. در یثرب یا مدینه 3 تا از قوم‌های بزرگ یهودی زندگی می‌کردن. بیش از نیمی از جمعیت اون شهر یهودی بودن. همون شهری که به حضرت محمد در زمان فرارش وقتی که هیچ گونه قدرتی نداشت و از دست عرب‌های مکه فرار می‌کرد بهش پناه دادند. ببینید که با همون شهر به فاصله 2-3 سال بعد چه بلایی سر اون شهر اومد. تمام یهودیان رو یا راند، املاکشون رو متصرف شدن، گفتن برین از اینجا بیرون، یا در مورد بنی قریظه که کلن تمام مردانشون رو حتی نوجوانانشون رو گردن زدن در طول یک روز. حالا تاریخ میگه
700 تا 900 نفر بگیم همون 700 نفر رو گردن زدن به دستور خود حضرت محمد و خود حضرت محمد وایستاد اونجا و نگاه کرد. در نتیجه شما وقتی که رفتار این گونه میبینید بعد میان نگاه میکنید میگید این داعشی ها میان شهرهای ایزدی ها رو میریزن توش، مردم رو گردن میزدن، میکشن و دخترانشون رو به اسارت میبرن و میبرن برای به قول خودشون نکاح و نمیدونم از اینجور مسائل و تجاوز بهشون. نگاه میکنیم میگه خود حضرت محمد دوستان مسلمان امیدوارم بهتون بر نخوره. اینا گفته های واقعیت های تاریخه، نظر شخصی من نیست و اگر با تاریخ مشکلی دارید خب باید آدم ببینه اون شخصی که این عمل رو انجام داده چرا انجام داده، وگرنه بازگو کردنش نباید به حساب ضد مذهبی بودن و ضد دینی بودن و ضد مسلمان بودن بدونید. این برداشت درستی نیست. خود حضرت محمدی که در جنگ هاش وقتی پدر طرف رو میکشت، شوهرش رو میکشت، برادرش رو میکشت، همون شب اون دختر رو به نکاح خودش میکشت. خب این روال و فرهنگ عربی بوده که در قبایل عرب بوده و بعد منتقل شده به اسلام زیر اسم آیین اسلام زیر و چیزهای دیگری که حالا در قرآن هم هست یا در سنت پیامبر هم هست و به امروز رسیده. اما آقای شاهنگیان خیلی ها معتقدند که این جلوه از اسلام که تاریخ ارائه میکنه با اون جلوه رحمانی و روحانی از اسلام که در طول 1400 سال از سوی صاحبان منابر مذهبی تبلیغ شده و به مردم فروخته شده متفاوته. با اینکه این کون در تاریخ اسلام وجود داره اما خیلی ها باورشون این هست که باب الحوائج این چهره های برجسته آینه شیعی هستند یا اینکه از اونها نذر میکنند که سلامت فرزندشون رو بخوان، شفای بیماریشون رو بخوان، حتی به دسترسیشون به پول موفقیت یا هر چیز دیگری رو میخوان. این تغییر ماهیت تاریخی و این جلوه مقدس که به این حوزه ارائه شده محصول چه فرایندی در طول این بیش از 14 قرن نزدیک به 14 قرن هست؟ ببینید وقتی شما یک دین و آیینی دارید که فرهنگ خرافه رو ترویج میده و بر اساس فرهنگ خرافه بنا شده، جلوی این خرافه رو نه تنها نمیگیرید بلکه ترویجشون هم میکنید. شما رادیو تلویزیون ملی ایران رو نگاه کنید، ملتی که ما خودمون رو خیلی ملت با تاریخ و با فرهنگ میدونیم و دانشمندان ما واقعا در سراسر جهان دارن افتخار آفرینی میکنن برای ملت ایران و برای بشریت به طور کل. بیا نگاه کنید رادیو تلویزیون ملی ایران چه خرافات پراکنی داره میکنه. من یکی از هابیام، یکی از سرگرمیام اینه که این کلیپ ها رو جمع بکنم و دیگه به حدی رسیده که اصلا نمیدونم با اینها باید چی کار بکنم. در برنامه خودم دائم سعی میکنم این کلیپ ها رو نشون بدم و جای خنده است برای بعضیا، ولی واقعا جای تاسف باید داشته باشه که ما در مملکتی زندگی میکنیم که رادیو تلویزیون ملی ایران اجازه میده که یه همچین شخصیت هایی بیان و یک همچین خرافاتی رو به صورت واقعیت به مردم ارائه بدن، به این امید که یک درصد کمی لااقل این خرافه پراکنی ها رو قبول میکنن و این خرافه ستون محکم جمهوری اسلامی رو هم محکم نگه میدارن. اشاره میکنید تو درصد کم، در ابتدای برنامه هم به این درصد کم اشاره کردید. خود جمهوری اسلامی معتقده اکثریت مطلق جامعه 99 درصد جامعه. آیا این درصد کم شما صحیحه یا اون اکثریت مطلقی که منابع دولتی و حکومتی در ایران مطرح میکنن واقعا معتقدین باورمند به این شعائر مذهبی آلوده به خرافات؟ کدام یکی از این دو روایت هست؟ من به طور یقین به شما میگم که بیشتر کسانی که شما به ظاهر در رادیو تلویزیون ها میبینید که میان و این راهپیمایی های 1 میلیون نفره رو تشکیل میدن و این نماز جمعه ها رو میان و اینا، بیشترشون فقط به واسطه بودن در اون رژیم و این ساختار این رژیمی که اینها رو این گونه مجبور، یعنی منافع مالی و منافع ما، چون کارمندان دولت، من به طور یقین این رو میدونم چون با چند تن از اینها خودم نشستم صحبت کردم، کارمندان دولت نماز جمعه رو اگه نرن از خیلی از موقعیت ها برکنار خواهند شد، پیشرفتشون جلوی پیشرفتشون گرفته میشه، اگر عضو بسیج بشن درهایی براشون باز میشه. بسیاری از اینها از لحاظ ایدئولوژیکلی بسیجی نمیشه اینها رو نامید، ولی به خاطر این پاداش ها و این موقعیت های اجتماعی که بهشون داده میشه عضو این گروه ها میشن و تعداد اینها رو میبرن بالا. به طور یقین درصد بالایی از کسانی که
طرفدار رژیم هستن و به صورت خیلی باز و تظاهری این طرفداری رو نشون میدن، طرفداریشون به خاطر منافع مالی، منافع اجتماعی و به این خاطر که این کشور اینجوریه دیگه، اینجوری داره منیجمنت ما باید همینجوری اما در قبال حالا مناسبت‌های مذهبی حکومتی مثل نماز جمعه یا راهپیمایی‌های از این دست، ما مناسبت‌های مذهبی ملی رو هم داریم که یعنی مردمی رو هم داریم مثل ایام عاشورا، تاسوعا، دهه اول محرم، فاطمیه یا حتی شب‌های قدر در میانه ماه رمضان در ایران که مردم نهایت چیزی که از اون مجلس بگیرن و بیان بیرون یک پرس غذای نذری است و نه بیشتر. اما ما می‌بینیم مردم خیلی مشتاقانه در این مراسم‌ها شرکت می‌کنن. یه واقعیتی است که نمیشه انکار کرد و هم من در ایران زندگی کردم، آقای شاهنگر هم شما زندگی کردید، اینو دیدید. اینها کجا هستند؟ آیا این مردم تحت تاثیر تبلیغات مذهبی است که به این سمت رو میارن؟ خب قبل از انقلاب هم همینطور بود، میدونیم که مثلا والدین من، حداقل مادر من میگفتش که من محرم ماه صفر موسیقی گوش نمیکنم. درست. مثلا این تعبیرش بود به عنوان یک زنه که روشنفکر بود، مینی ژوپ هم میپوشید و حجاب رو هم رعایت نمیکرد، ولی باز یه حرمتی برای مسئله مذهبی قائل بود. این تغییرات یا به عبارت این تضادها در میان جامعه و تفکرات اجتماعی شاید ما رو در جای بدی قرار گرفته. چه تعریف و توضیحی از اینها میشه داد؟ و مهمتر از اون میخوام ببینم حکومت از این فضا چگونه به نفع خودش استفاده میکنه. ببینید، ما دوستانی که خیلی رگ گردنشون میزنه بیرون وقتی راجع به امام حسین و عاشورا و تاسوعا صحبت میشه، باید واقف باشن که تا زمان اسماعیل صفوی ایران یک کشور سنی بود، به ضرب شمشیر یک کشور سنی شده بود، چرا که 1400 سال پیش عرب حمله کردن و ایدئولوژی اسلام نبود که بر ما چیره شد. ایدئولوژی قوی اسلام نداشت که بیان بگن ما این حرف ما اینه و مردم بگن خب چه حرف منطقی، خب ما مسلمان بشیم. ضرب شمشیر اینها بود. حتی خود عرب‌ها رو با کشتن و سوزاندن و ضرب شمشیر مسلمان کردند، خود همون عرب‌ها رو و تمام دیگر باوران رو یا مسلمان کردن یا راندن از اونجا. الان شما در عربستان غیر از مسلمان شهروند دیگه ای ندارید. ولی بعد اینو بدونیم که وقتی 1400 سال این خرافه میاد جلو، هر خرافه رو اینقدر تکرار کنی بالاخره گروهی باور دارن و مردم که سنی بودن، کشوری که سنی بود تا زمان اسماعیل صفوی، یک شبه شیعه میشه به دلایل سیاسی. چرا که خب البته خب شاید هم یک شبه نیست، زمان برتر بشه، با یک شبه تصمیمه، لااقل تصمیمه به شیعه شدن براشون گرفته میشه. حالا درسته که گردن ها زده شد در شهر کاشان هزاران یهودی دم تیغ گذاشتن، یا اعلام این که ما کشور، ببین یک شبه اعلام شد که این کشور کشور شیعه است. حالا درسته که گروهی به خاطر اینکه فکر می‌کنن خب ما سنی هستیم و ما این دین آبا اجدادی ما هست، خبر ندارن که همین دین را هم با شمشیر به شما داده بودند، پافشاری کردن که ما می‌خوام این دین بمونیم. ولی به تصمیم اینکه این کشور یک کشور شیعه هست یک شبه گرفته شد. شاه اسماعیل اعلام کرد و گفت هر کسی که مخالفه گردن بزنید. تصمیم سیاسی بود، چرا که می‌خواستن با عثمانی‌ها یه مقابله داشته باشن. شما نمی‌تونید بگین خلیفه اسلام، خلیفه سنی‌ها این سلطان عثمانیه، ولی خب من که شاه اینجا هستم شما بیاین به من وفادار باشید. خب یعنی مذهب ابزاری برای یه قدرت سیاسی دوره صفوی است در مقابل امپراتوری، مقابل عثمانی، باورمن به نظام سنی، نظام مذهبی سنی. چرا که شما ببینید این شاهی که میخواد به ایران فرمان روایی کنه و میخواد که مردم ایران به او مطیع باشن و از او پیروی کنند، حالا میبینید که اینا دارن از خلیفه مسلمانان که سلطان عثمانی هست پیروی میکنه از لحاظ دینی. در نتیجه خب این باعث شد که بگه ما شیعه هستیم، در نتیجه ما اصلا جدا هستیم، شما پیرو دینی این شخص نیستید. برای اینکه دستی بین ایرانیان بود، شما از یه طرف میخواستین به خاطر عرق ملیتون میخواین پیرو یک شاهی باشید، از یه طرف به خاطر عرق مذهبیتون باید پیرو دشمن باشید. و این رو از لحاظ سیاسی این تصمیمی بود که گرفته شد و یک شب ایران شد که کشور شیعه. حالا مسلمانایی که الان دارن رأی گردنشون زدی میزنه بالا برای امام حسین و امام حسن و این مسائل شیعه، باید یادشون باشه که با ضرب شمشیر مسلمان شدیم،
با ضرب شمشیر بود که مسلمان سنی شدیم، با ضرب شمشیر و زور هم بود که مسلمان شیعه شدید. درنتیجه اینقدر تعصب نداشته باشید. اگر با تعصب ها رو ما بذاریم کنار، برگردیم به اون وجه مشترک ما مردم که انسانیته و زندگیمون رو با خردگرایی جلو ببریم، نه با این تعصب پروری و با این خرافه باوری، وضع ایران کلن فرق میکرد. ما متاسفانه گیر کردیم بین یک دنیای مسلمان، یک جزیره هستیم پر از واقعا فرهنگ غنی، تاریخ غنی، که میتونستیم یکی از واقعا ستونداران فرهنگ جهان باشیم، ولی افتادیم توی یک اقیانوس اسلامی. تا زمانی که هویت خودمون رو پی نبریم و از این اقیانوس اسلامی خودمون رو بیرون نیاریم و یک هویت ملی که داشتیم رو به خودمون برگردیم، و جواب هم در گذشته نیست. من به هیچ عنوان نمیگم برگردیم به دوران گذشته، چون اونا موفق بودن ما موفق خواهیم بود، ولی هویت شخصی و ملیمون رو باید حفظ کنیم. ما متاسفانه نه هویت ملی داریم به اون صورت، هممون میگیم ما ایرانی هستیم، ایران پرستیم، ولی کیا رو میپرستیم؟ کسانی که همون ایرانیان رو گردن زدند و کشتن. هیچ جای دنیا شما این رو نمیبینید که مردمی با صراحتن بیان دشمنانی که این کشور رو اشغال کردن و پدران و مادران ما رو کشتند و خواهران و مادران ما رو به کنیزی بردند و بهشون تجاوز کردن رو بپرستیم، براشون امامزاده بسازیم، بزرگشون کنیم، اسمشون رو فرزندانمون بگذاریم. و این طرح هم متعلق به عرب هم نیست. ما میریم مثلا اقوام مغول به ایران حمله میکنن، چه بسیار مردان و کسان زنانی که نام فرزندان خودشون رو هولاکو، طغرل اینها میگذارن، واقعا وجود داره امروز چراهایی هستن که همین نامهای در حقیقت مغولی رو فرزندانشون در ایران امروز هست، یا حتی نامهای اسکندر، یعنی اون کسی که خاک ایران رو 2000 سال پیش از این به توبره کشید، هیچ فرقی هم با مغول ها نداره. مثل اینه که ما الان مقبره اسکندر مقدونی رو مثلا یه جایی پیدا کنیم و بعد براش بارگاه بسازیم و همون ابعاد. اما آقای شاهنگیان، در مقابل این ایده که من هم شخصا به عنوان یک فرد ایرانی به ایده شما نزدیکم، اما گروهی از روشنفکران مذهبی میگن این هویت مذهبی شیعی بخش از ماهیت ملی ما امروز محسوب میشه. آیا چنین نظری به نظر شما وارد هست؟ یعنی میشه گفت ایرانی امروز یکی از اصول ایرانی بودنش همین مذهب، باورمندیش به مذهب شیعی یا احترام برای امام حسین و امام رضا؟ حالا خصوصا در مورد امام رضا اصلا صحبت کنیم که در درون جغرافیای سیاسی امروز ایران هم قرار گرفته. ببینیم. این رو ما باید بپذیریم، این نظری رو که برخی روشنفکران مذهبی مطرح میکنن. من خودم برای این عقیده هستم که شما هر چیزی رو مقدس می‌دونید برای خودتون، برای خودتون مقدسه و وظیفه منه که اون باور شما احترام بذارم، تا جایی که اون باور شما ظلم و ستم برای دیگران ایجاد نکنه، تا جایی که شما اون باورتون رو نخواهیم با زور به حلق من فرو کنید. زمانی که شما باوری دارین، حالا میخواین موش پرست باشید، میخواین گاو پرست باشید، میخواین یهوه رو بپرستید یا میخواین الله رو بپرستید، برای مردم کوچه و بازار هیچ گونه فرقی نباید بکنه. شما در ذهنتون چی رو، چه باورهایی دارید؟ زمانی که این باورها رو شما سند قرار میدید و میایین به واسطه این باورها ظلم و ستم به دیگران میکنید، دیگران رو کافر میدونید و اموال گرفتن اموالشون رو حتی ثواب میدونید، اون موقع است که نه تنها ما حق داریم که این رو نقد بکنیم، بلکه وظیفه انسانیمونه که این کار رو بکنیم. اگر ما ایرانیان به این وظیفه انسانیمون پی ببریم و درک کنیم که این یک امر طبیعیه، یک وظیفه‌ای که ما داریم، که اگر میان همسایه ما رو به جرم اینکه بهایی هست، حالا چه باور درستی غلطی هستن به ما ربطی نداره، انسان خوبی بوده، کار خلافی نکرده، برای ما همسایه خوبی بوده، برای کشورش مفید بوده، برای خانوادهش خوب بوده، چرا باید اجازه بدیم یه دولتی بیاد و این گونه افراد رو، یا بهائیان رو، یا زرتشتیان رو، یا مسیحیان رو بیان این گونه زیر ظلم و ستم قرار دادن صرفا برای اینکه به الله ما باور ندارند؟ چرا باید اجازه بدیم که یک همچین باورهای واقعا قرون وسطایی بیان و زنان کشور ما رو که مادران و خواهران ما هستن رو اینقدر کم ارزش بدونن که باید تو سرشون بزنن بگن چی بپوشی تو خیابونها،
چگونه رفتار کنید تو خیابون‌ها. اگر کشته شدید ارزشتون نصف ارزش یک مرده. و این چیزایی که در قانون اساسی یک کشور نوشته شده. اینجاست که ما وظیفه داریم صدامون رو در بیاریم، نقد بکنیم. وگرنه یعنی جایی که حکومت از سکولاریسم فاصله میگیره و میاد به ایدئولوژی که تمام عیار مذهبی بله، میشه. بله بله. امروز یک صحبت جاوید در یک برنامه دیگر بود که راجع به حریم مردم صحبت میشد. و اینکه ما باید به حریم مردم احترام بذاریم. و چون من نقدی کرده بودم و این سوالی شده بود که این نقد کردن به حریم باوری مردم داره تجاوز میشه. من کاملا با این موافقم، به حریم فکری مردم باید احترام گذاشت. ولی وقتی که شخصی خودش این حریم فکری رو محترم نمیدونه و میدرد و به جایی که تو این حریم فکری هر فکری داره و هر اندیشه‌ای داره و هر باوری داره رو نگه داره و دیگران هم احترام بذارن به این حریم، میاد این حریم رو خودش میدرد و میاد تو جامعه. یعنی اسلامگرایان اون حریم رو از بین بردند، حریمی وجود نداره، به چی باید احترام گذاشت؟ اگر شما خودتون میان باورهاتون رو میخواین به زور به یک جامعه بفشارید و قانون مدنی یک جامعه رو با قانونهای 1400 سال پیشی که به حساب بعضی ها از آسمان اومده و بسیار بسیار در برخی موارد غیر انسانی هست جانشین بکنید، وظیفه هر شهروندیه که نقد بکنه. چرا ما باید یک ایدئولوژی رو نقد بکنیم؟ نقد ایدئولوژی هر ایدئولوژی میخواد باشه، از هر کسی که میخواد باشه، چه مذهبی چه سکولار، نقد ایدئولوژی برای پیشرفت یک جامعه لازمه. این حق رو از مردم میگیرن. چرا که میخوان تو مغز ما بکنن که راجب دین مردم حرف نزن. کی راجب دین مردم خود حرف بزنه؟ راجب رفتاری که این دین داره میکنه با مردم ما میخوایم حرف بزنیم. وگرنه شما میخواین باور داشته باشین که خداتون در مریخ زندگی میکنه، باور داشته باشین خداتون گاوی ماری موشی، باور داشته باشین. اینی که بخواین یک جامعه رو زیر فشار ببرید و قوانینی که بهش باور دارید رو حتی وقتی غیر انسانی هستن به یک جامعه تحمیل بکنید، وظیفه هم اونه که نقدش کنید. یه موضوعی من خواهم ببینید، من گفتم از تاریخ باید یاد بگیریم. اگر ما از تاریخ یاد گرفته بودیم میدونستیم که رهبری که با ایدئولوژی اسلامی داره، که این ایدئولوژی چی میگه به طور کلی؟ ما تنها حقیقت دنیا رو داریم میگیم، مسلمانان حقیقت دنیا نزد ماست، آخرین پیامبر خدا اومده حقیقت ها رو گفته، هیچ حقیقت دیگه ای نیست که ما لازم داشته باشیم بدونیم. کتاب ها رو اگه میبینید، اگر موافق قرآن و این حقیقت واقعی که نزد ما هستن که خب لازمشون نداریم، ما حقیقت رو داریم. اگر هم مخالفن که اصلا کفر رو بسوزونید. و این ترویج این عقاید به مرور زمان باعث شده که علم و دانش از اون سرزمین ها کاملا فاصله بگیره. سرزمین های اسلامی نگاه نکنید که دکتر تحویل میدن، اینا دانشمندان نیستن، اینا کسایی هستن که دانشی که به دست آمده رو یاد میگیرن. ما خوب هستیم در این مورد که دانش دکتر و مهندس تحویل بدیم، ولی علم های پایه‌ای از کشورهای اسلامی خارج شده. شما درصد نوبل وینرها، کسانی که جایزه های نوبل رو میبرند رو نگاه کنید، تولیدکنندگان علم در حقیقت. بله بله دقیقاً. ما در کشورهای اسلامی تولید کننده علمی نداریم، یک فیلسوف جهانی نداریم، یک نویسنده‌ای که واقعا بتونه گفتاری بیان بکنه که حرفی برای زدن در جهان داشته باشه نداریم. چرا؟ برای اینکه به مرور زمان اینها همه، این فرهنگ هایی که تسخیر شدن، مثل فرهنگ ایران، مثل فرهنگ سوریه، شام، مصر، که فرهنگ های بزرگ اون زمان بودن، رو در عرض چند صد سال از بین بردن. اون چند صد سال هم اسمشو میذارن دوران طلایی اسلام. افتخار میکنن به کسانی که در این کشورها بودن، تجاوز به این کشورها شده، این فرهنگ اینها رو پرورش داده، فرهنگ اون کشورها، نه فرهنگ اسلامی. شما یک دانشمند به من نشون بدین که فرهنگ اسلامی تربیتش کرده باشه و به وجود آورده باشه، وجود نداره. ولی افتخارش رو شما، من هر میرم مثلا موزه لوور پاریس یا موزه بریتیش میوزیم در لندن و این آثار هنرمندان، آثار متفکرین و که ایرانی تبار بودند و ایرانی بودند و فرهنگ ایرانی در اونها این
علم و دانش رو به وجود آورده بود و میبینم که به اسم عالمان مسلمان، دانشمندان دوران اسلام میبینم، اصلا واقعا شرمم میگیره. چرا ما ایرانیان نباید اعتراض بکنیم به این موضوع؟ چرا نباید به این کاریتر یا متصدیان این موزه ها اعتراض بکنیم؟ چرا سرپوش اسلامی رو همه چی میزنن؟ این اسلام اومده تجاوزی کرده به کشوری و اینها ساخته فرهنگ اون کشور هستن، چرا به اون به عنوان اسلامی اینها رو رد میکنه؟ حالا درد دل زیاده، ولی یاد داده هایی که من به شما دارم میگم، اگر ما تاریخ رو میدونیم میدونیم که قدرت دست اینها نباشه، چون ایدئولوژی چیه که ما حق با ماست، واقعیت با ماست، حقیقت مال ماست و تا زمانی که تمام دنیا این اسلام رو قبول نکنه صلح واقعی وجود نداره. این ایدئولوژی اصیل اسلامیه. خودش اعلان جنگ، اگر که یا با ما هستید یا بر ما هستید دیگه. ولی این دوستان ناراحت نشن، این واقعیت ایدئولوژی اصیل اسلامی اینه که حقیقت دنیا دست ماست، پیامبر اسلام پیامبر آخره، حرف آخر رو زده شده و تا زمانی که تمام مردم دنیا به این باور نیامدن صلح واقعی در جهان وجود نخواهد داشت. خب وقتی شما با این ایدئولوژی میرین جلو، میبینیم که حضرت محمد و یارانش پناه میجویند در یک شهر دیگه، ولی با همون شهر وقتی قدرت پیدا میکنن چه بلایی سرشون میارن. میبینی که پناهجویان اسلامی پناه میبرند به کشورهای اروپایی، ولی تا درصدشون یه مقدار میره بالا میریزن تو خیابونا و اعلام میکنه ما میخوایم شریعه الله باشه، ما میخوایم کشور رو کشور اسلامی بکنیم. اصلا اینو تمام این که مناطقی هست در شهر لندن، حالا چیزی که من خودم به شخصه اون رو شاهد بودم، مناطقی که پاکستانی ها در اون سکونت دارن و حتی عبور یک خانم بی حجاب از اونها ممکنه با تعرض های تند و خشن مسلمانان دقیقا. در همون محله ها روبرو بشه کاملن. واقعا چیزی که حتی پلیس لندن به دلیل برخی مسائل مذهبی از پرداختن به اون جلوگیری میکنه. اما اجازه بدید اشاره کردید تو صحبتاتون هم به کلمه حریم که من حرم رو میخوام ازش در بیارم، هم به سوریه و فرهنگ شام اشاره کردید. در ماهای اخیر موضوع سوریه به صورت خیلی جدی در فرهنگ ما داغ، در ایران تقریبا کسانی به نام شهدای حرم مرتب تشییع میشن در شهرهای مختلف بلد. چه افغان تبارها و چه ایران تبارهایی که متاسفانه به سوریه اعزام میشن به عنوان مدافع حرم. اخیرا من بارها دیدم کلیپ هایی رو که برخی هنرمندان در دفاع از حرم صحبت کردن، یا حتی ما شاهد این بودیم که یک قهرمان المپیکی مدال خودش رو به مدافعان و شهدای بلد. حرم هدیه میکنه. این نوع تبلیغات، این نوع رفتارها، این نوع صحبتها تحت تاثیر حکومت برآمده از جامعه است. مردم حتی برخی ها اعتقاد دارن که این مدافعان حرم واقعا قهرمانان ملی امروز ایران هستند. دفاع از حرم در جنوب دمشق چه ربطی داره به جنگیدن و کشته شدن در شمال حلب، چیزی حدود 400-500 کیلومتر فرق مثلا تهران و اصفهان از هم روی جغرافیا. اینها رو همیشه برامون باز کنید ببینیم اساسا موضوع مدافع حرم چیست. ببینید فرهنگ اسلامی، در اینکه فرهنگ اسلامی بر ایران غالب هست هیچ شکی نیست. 1400 ساله که فرهنگ اسلامی بر کشور ما غالب بوده. حالا نسبت به دورانی که در تاریخ می‌بینیم این پررنگ‌تر و کمرنگ‌تر میشه، هیچ وقت از بین نرفته. 1400 ساله که فرهنگ اسلامی از ایران بیرون نرفته، کمرنگ‌تر شده، پررنگ‌تر شده. در این دوران، در این دوران جمهوری اسلامی، در این 37 ساله بسیار بسیار پررنگ‌تر شده. نه اینکه به وجود آوردنش، پررنگش کردن. چرا که به نفع این رژیمه. شما فکر نکنید که این رژیم به خاطر واقعا حفظ حرم اینکه این کارو میکنه. این رژیم میدونه که 10% از مردم مسلمان شیعه هستن و بیشترشون در همون کشور خود ما هستن. اینا میدونن که دارن فرمان روایی میکنن بر یک اقلیتی در دنیای اسلام، و برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن اینا باید شاخه هایی این ور اون ور داشته باشن، حزب اللهی درست بکنن، بیان در سوریه جایی برای خودشون قدرتی تعیین بکنن، بیان در عراق برای خودشون جایگاه قدرتی ایجاد بکنن. اینا میدونن که این پایگاه قدرتشون روی فقط 10% از کل جمعیت مسلمان جهانه، و
و از همین 10% هم میدونن که درصد بسیار بالاییشون آدم های سکولاری هستن و این چیزا رو باور ندارن. درسته که روند جامعه باعث میشه که عده زیادی پیروی کنند، ولی از لحاظ ایدئولوژیکلی درصد بالایی از مردم ایران فقط به عنوان یک رسم و رسوم و یک خرافات و یا باورهای دینی قبولش دارن و واقعا نمیتونن روی اون دسته حساب کنن برای نگه داشتن ستون قدرتشون. درسته اون گروه کم خرافه‌گرا و واقعا با کسانی که ایدئولوژیکلی این مسائل رو باور کردن رو لازم دارن و پرورش میدن. این خرافه پراکنی ها فقط دلیلش اینه که بتونن چند درصدی از مردم رو جذب بکنن. وگرنه فکر نکنید که این خرافاتی که پخش میکنند و این مغزشویی که به طور سیستماتیک داره در ایران انجام میشه قصد اینه که تمام مردم ایران رو هوادار این دولت بکنن. میدونن همچین چیزی نخواهد شد، ولی اون درصد کمی که قانع میشن و مغزشویی میشن براشون کافیه و فعلا که 37 ساله که قدرت رو این گونه نگه داشتن. ولی متاسفانه باید بدونن برای این گونه، برای دولتمندان باید بدونن که متاسفانه زمانشون رو به اتمامه. شما نمیدونید چه تأثیر بزرگی این اینترنت و عصر کامیونیکیشن داشته برای آگاه ساختن مردم. مردم ایران واقعا مردمی آگاه الان هستن. نگاه نکنین که فرضاً در این مراسم مذهبی چه تعداد زیادی شرکت میکنن. شما اگه نگاه کنین چهارشنبه سوری هم اگه آزاد میذاشتند، کما که آزاد نیست خیلی شرکت میکنن، یعنی فرق نمیکنه، مردم علاقمند به مشارکت اجتماعی هستن. متجلی بعضی مراسم رو میگیرن مثل چهارشنبه سوری و جشنهای اصیل ایرانی، بعضی‌ها رو ترویج میکنن. اینا در این عاشورا و تاسورا رو ترویج میکنن، میخوان مردم بیان و وسایل حتی ما اتوبوس های شهری رو لحاظ میکنم. ولی میبینیم که باز با همه حرفا برخی مناسبت های حکومتی مثل همون نماز جمعه که در طول برنامه اشاره کردیم جاییست که از حضور جوان ها، از حضور اقشار عمومی مردم همیشه خالیه و همون ابعاد میان. آقای شاهنگیان، ما باید بحثمون رو در قسمت بعدی در هفته های آینده یا هفته های آینده تر حتما دنبال کنیم. اشاره کردید به موضوع اینترنت، به موضوع نسل نوع رسانه های اجتماعی و تعاملات گفتمانی میان نسل های داخلی و خارجی در ایران و تعامل اندیشه های گوناگون. بحث ها بسیار گسترده است، بعد حتما با هم ادامه بدیم. ولی به عنوان آخرین سوال خیلی خصوصی و خیلی خلاصه در حد همین یک دقیقه و نیمی که تا پایان برنامه فرصت داریم، آیا فکر میکنید علارغم 37 سال مغزشویی مستمر جمهوری اسلامی تونسته به اهداف خودش در تغییر تفکر میان نسلی در ایران فائق بیاد و مردم رو در سطوح مورد علاقه خودش مغزشویی کنه یا نه؟ خب بازم من فکرم که این سوال جواب داده شده. اندکی از مردم مغزشویی شدند به خاطر حالا مسائل اجتماعی که دارن، به خاطر طبقات اجتماعی که هستن، طبقات تحصیلی که دارن، عده‌ای بالاخره مغزشویی شدند. ولی خود اینها واقف هستند که این مغزشویی به طور خیلی همه‌گیره نبوده. شما کافی که تصویرهایی که از تهران میاد رو ببینید. البته تهران ملاک نمیتونه باشه برای کل کشور، ولی میتونید واقعا ببینید که جوانهای ایرانی واقعا جوانهای آگاهی هستند. ما فکر می‌کنم حدود 35 میلیون اینترنت یوزر داریم در ایران. این یک رقم بسیار بالاییه برای کشوری که به هر حال دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم جهان سومی هست و غرق در اقیانوس اسلام. اگر نگاه کنیم ببینید که دختران ایرانی که اینها با تمام قدرت از اول انقلاب با شعار یا روسری یا توسری اینها را خواستن واقعا شهروندان درجه دو نگه دارن، میبینیم که از دانشگاه های علمی کشور 64.5% از فارغ التحصیلی پرچمدار حقوق شهروندی امروز در ایران هستند. شهروند درجه یک. به این موضوع برخواهیم گشت به زودی در برنامه دیگری با حضور خود شما. آقای شاهنگیان عزیز سپاسگزارم که قبول زحمت کردید امروز هم در این برنامه بودید. خوشحال شدم. و از شما گرامیان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. این موضوع رو در ابعاد گسترده‌تر و البته جامع‌تر در برنامه‌های آتی زمان انتخاب در هفته‌های پیش رو با بهمن شاهنگیان عزیز حتما پی خواهیم گرفت. وقت خوش. خود